آه شت چطوری زیبایان؟ دمت گرم، دمت گرم آقا، ریسپکت. اما خیلی باحال، یه مثال بزن پشمات بریزه. دختر که مثلا باش بودم خیلی وقت پیش، مشکل خوردیم تموم شد رفت. بعد این مدت هم نگرد این میگه تو خیلی پسر خوبی. میگم اه بابا، پس اون موقع که با هم بودیم چی؟ چرا اون موقع هم اینو نمیگفتی؟ میگه تو خیلی پسر، چرا حسابت خود بگوری سر دختر؟ میگم بابا یزید من، تو خودت آدمی بودی که گذاشتی رفتی، الان تو خود اومدی مثلا به من ادوایس میدی که تو خیلی پسر خوبی. خب بابا دمت گرم، میگه یزید من. میدونی چی میگه؟ یعنی همه جوره ما رو میگن، چه باهاتن چه باهات نیستن، چه اکستن چه اکست نیستن. خیلی عجیبه برای من این داستان. گفتم چیز فارسیشون عصبیه که نمیشه ترک بشه و سوسایتی توی دو و سه جنریشن عقب دخترها رو داغون کرده. حالا من مال اینا رو توضیح میدم که مال خودمونه. بابا به دخترشون چی میگن؟ عشق منی، بابا همیشه بالا سرته، کسی نگاه کرد بیا پیش من، ایشی تو خودم بتا بخوره، بیبی بیبی، یعنی بچه رو بیبی میکنه که بعد من پروتکتت کنم، من بابا دارم. آره. بابا اینجا این کار نمیکنه. مامان به مرد بها نده، اگه یه بار غذا درست کنی تا آخر اون باید تو آشپزخونه باشی. یک اینا آدم های پستی هست، چیزی که مانیسی و مانیکی گنده میکنه. بعد تلویزیون نشون میده مرد موفقه که میاد خونه گل ریخته، زنش سورپرایز کرده با شمع و یه دونه علامه رو خرج کرده فلان. سو ما همیشه داریم اینفورمیشن اشتباه از همه جا میگیریم. بابا داره میگه دختر رو باید پروتکت کنی، دختر داره میبینه که مرد یعنی این، مامان داره بهش میگه که به مرد بهانه بده نرس سرویس میکنه، تلویزیون داره میگه تو خانم رو زن باشی. و ما میام تو این بازی نمیدیم. اگه یه دونه انسان رو تو بعد ببینی 10 تا میمون، وقتی اون انسان بزرگ میشه میمونه، یه میمونه تخمی، نه به صورت اونم نه به صورت اونم میتونه بدوه نه میتونه بابا زبون هم یاد بپرده. یه میمونه تخمی خدا بیام چیم، یه میمونه ها مثلا میخوام بگم میگن شبیه سوهل همون یاد بسن که بسته بکنن. یه عزیزه من همجا بسرم دارم جیم میخارونم. اینجوری من مهندسم، شروع کردم کامپیوتر کریت کردم. رفتیم راجع به خوشحالی من صحبت کنیم، داشت رفتیم تو رابطه دیدی الان نرسیم به تراکتور سازی کرد گفتم. خب پس که اینطور دلتو هم بره همون سوه. آره مثلا این دختر رو باید کنترل کنی. دختر اگه کنترل نکنی کنترلت میکنه. این نظر شخصی بنده است. به نظر من تو رابطه ای که باید کنترل رو در دستش داشته باشه، رابطه دو نفره است، بده رسون داره. خشی گفتش که در رابطه دو نفره است، مثلا گفتم اوکی دختر چه پارتیشو میگیره؟ گفت مثلا سیچوشن قضایی دختر کنترل میکنه. گفتم درسته، یه کپتان توی یه کشتی آشپز رو هایر میکنه. آیا کپتان آشپز یا آشپز نیست؟ کپتان آشپز نیست، ولی کپتان آپشن داره آشپز رو عوض کنه. کپتان آپشن داره بگه آقا فردا فقط بیگر بده بیرون. به تو خواهم که دستن تو مسته هستی، اصلا یه کنترل مرد باید بگیر دستش کاملا. یه نفر یا زن یا مرد یا من. اونایی که میان به نظر من میگن که ما با هم 50-50 ایم، زنه کنترل رو داره، مرده رو داره، اوکیه با این احمقی مرده. یه اون چه آقا فکر میدونم با 50-50 میگه شب بریم سوشی بخوریم، من هم سوشی خواهم میگم آره، این فکر چویسه ایشون بود. فهمیدی؟ ولی چویسه اون نبود، چون این هم اوکی بوده. من هم مثلا یه خونه رنوویت کردیم. ببین آخه خیلی دزدی نیست کنترل کلا بدی دست خانومه. بعد دست خانومه دیگه زندگی به فنا میره واقعا، جدا دست مرد بشه. چون یه دیدی تو خیابون سگ صاحبشو میکشه، یه سگ بغلش راه میره، سگ نجاتش یکیه، اون ترینر داره میرینه تو اون سگ. من شخصیت دختری همین چیزی میبینم، یه ترینر لازم داره، ترینر خوبی باشی پشتت راه میره خوشحال، ترینر بدی باشی میکشتت ناراحت. ولی خب دل خانومام خیلی هم مردا پره، یعنی الان کسایی که این پادکست رو خب من بیاتر رو میخوام به خانوم ایرانه. اون خانومای ایرانه چون کشور دست باشون بسته. من راجع به خانم این را صحبت میکنم، دقیقاً بس راجع به خانومای داخل ایران و اینا نیست، هر کسایی که اینجا ما اولش هم گفتیم. آره دختره که اینجا، خانومایی که خارج از ایران هم، ایران کسا کلا بحثش فرق میکنه. مثلا این آدما به نظر من الان دیگه باید، یعنی تو رابطه من تنها کسایی که رابطه‌شون خوبه کسایی که لیدر دارن. حالا یه سری لیدر رو می‌بینن یه آدم راف عصبی که نه
لین توی کمپانی سی او مثلا اپل مود دارن فوش میده اصلا مردم، نه خیلی همه دوستش دارن، مشکل همه داره حل میکنه، با همه میشینه حرف میزنه. لیدر یعنی این لیدر کار آسون نیستش که مثلا تو بگی من فقط من رئیس من قضا میخوام. خب نه، اگه غذا نیست توی دایسا بری خونه بخری که گاز داشته باشه، تو بری غذا بخری خونه شرایطو با فراهم کنی، بعد میتونی بگی من اصلا غذا واسم درست کنم. من النا یه هفته دو هفته هر روز واسم غذا درست میکرده بود، بعد یه روز درستن کرد، یک قرف شد من تو خونه انداختم که باور نمیکنی. میگم یه روز غذا درست کردم، گفتم ببین یعنی چه روز غذا درست کردم دوست من، یه روز فقط تک بزنم ببینم، یه روز بدم بدم هیچ کاری نمیکنی بکنی. تو وظیفت اینه که تو کپتن گفته تو آشپزخونه دستته، از آشپزخونه باید روزی دو وعده غذا بیاد بیرون. به نظرت یه وظیفه چیزه دیگه، نمیدونم من آخه من میگم چرا همش باید آشپزی کنم؟ آشپزی نکنه، اگه زن خوب روغن عوض کنه روغن عوض کنه، تو آشپزی کن. ولی باز لیدر تصمیم میگیره. اوکی گرفتم. میگه چرا عزیزم تو آشپزی کنی؟ من نصف قیمت دو برابر ساعت تو، من شف رمزی ام، چرا تو میای آشپزی کنی؟ من باید آشپزی کنم. گرفتم چی شد؟ تو برو استراحت کن. اونم باز لیدر تصمیم میگیره. میگه همه تو میگی لیدر، میگن که اوه تو میخوای مردسالاری باشی زور بگی، نه تو میخوای لید کنی. لید کردم کسی نشسته داره آهنگو اینطوری میکنه، مگه زور داره به کسی میگه؟ داره لید میکنه به همه، میگه نوتا رو حواسشون باشه کی کجا باشه، عقب افتاد بتونه کچاپ کنه. خب حالا من یه پوینتی میخوام برسونم، حالا اینو بگم آخه من حالا توی سری چیزا تو نمیدونی زن خوبه یا نه، این خیلی مهمه. مثلا ما خونه رو نمید کردیم با هم، من از گاو نمیفهمم، اون از گاو نمیفهمه. خودم هستی بریم تو این باستان، من فکر میکنم قد میدونم که بتوام کامل کنم. نه رفتیم تو، من گفتم دیوار سفید میخوام، اون گفت سیاه میخوام، گفتیم سیاه. اون گفت من خواهم زمین رو، گفتم زمین رو سفید کنیم، اون گفت سیاه، گفتیم اوکی سیاه. هرچی که اون خواست رو من انجام دادم، یعنی چیزی که با هم بودیم و با هم کردیم، هرچی که اون خواست من، چون من نمیدونستم، گفتم گفتم این زر میزنیم دیگه، بذار رای این بریم چی میشه. به فنا رفتیم. یه ویدیو دارم که توش میگم 2 میلیون دلار ضرر کردم، اگه خواستیم اونو نگاه کنیم. وای. خب بعد که این موضوع تموم شد، نشوندمش به عنوان لیدر فامیلی، گفتم که عزیزم من بعد از اینکه خونه که ما هم به فنا دادیم، فهمیدم که شما شعور رنوویشنی نداری، واسه همین دفعه دیگه اگه با هم یه چیزی رو با هم موافق نبودیم دیگه فقط نظر منه، نه 9 از 10 10 از 10 کپیش. گفت اوکی قبوله. یه خونه یه شبه نوید میکردیم، خواهش بده نوید میکردیم، ببین تمام خونه رو کندیم، هیچی از خونه نمونده. خب همه چی خونه نمونده، توی هموم کاشی هست. خانمم یا آقا این کاشی ها رو بیا عوض کنیم دیگه. میگه همه چی عوض کردیم. گفتم نه، کاشی لازم نیست عوض شد. چرا؟ نمیخواد عوض شد. چون من دارم اقتصادی فکر میکنم، گفتم اگه من بخوام این خونه رو به سهیل اجاره بدم، سهیل نمیخواد این کاشی من میدم. هیچ یک دلار اضافه من اجاره نمیتونم بخاطر اون کاشی بگیرم. تو من این کاشی رو عوض نمی کنم. رنگ کار رو من گفت آقا کاشی تو عوض کن. من یه آدم شدم گفتم نه. کسی من زمین رو دوباره تمام زمین رو داشت عوض میکردم. من اینو میخوام ازت بکنم. بعد اون کاشیه مثلا که مثلا 1 متر در 2 متره، همون کاشی 3 متر در 4 متر تو آشپزخونه است. یعنی ما یکی آوردیم داره اونا رو همه رو میکنه. بعد داره میگه آقا من اینو، بعد یه جوری میگه آقا من عجله اینو میکنم برات. بودم نه. خونه تموم شد، ساختیمش، دادیمش رفت. یه رو داشت سنیم چه خوب شد اون زیر رو کاشیش رو عوض نکردیم، ما هیچی فرق نداشت. حالا من زورگو هم، یکی میگه آره یکی نه. یه موقعی پوینت حرف ما رو تو اون لحظه نفهمیدی. من همیشه میام به دوستات هم میگم امروز اگه من دارم یه چیزی بهتون میگم، یه چی میدونم میگم مثلا شاید تو 2 سال دیگه اصلا به نتیجه برسی، ولی مقاومت کردنه چیه؟ حالا همیشه به خانومم میگفتم، نمیدونم چی شد، مثلا واقع شده هم نمیاد. آره. گفتم که آقا لیوان بیا سیدرو ببریم بیرون، چون که شیشه ازش نور رد میشه، چایمون داغ نمیشه، نوشابمون آب نمیشه، لیوان سیاه نبریم. بعد خانومم میگه نه سیاه ببریم. اوکی سیاه ببریم. بعد سیاه میاد این نوشابه گرم میشه. پر یعنی که گرم شد میگه خب اون لحظه که من گفتم تو اصلا چرا میای تو بس؟ مگه من تو نظر خواستم؟ من دارم اینو بیاریم، یه دلیلی داره که دارم میگم آقا این لیوان سفیده رو ببریم. من بهش گیر دادم، گفتم ببین توضیح بده چرا گفتی لیوان سیاه. بعد هیچی نش بگه، فقط پیوری واسه که برعکس من بگی و احساس کنی تو همچون داستان هستی میگی. چرا این کارو میکنی داشته من؟ بعد چرا من خوشگلتره؟
قبول داری؟ قبول چه خوشگل‌تر این می‌بینن میگن خب اینو ببرین دیگه. واقعا خوشگل‌تر اینه. این چاکیریه. بعد من بهش چند قبضی بیام تو بهش گفتم از این به بعد من بگم آبی تو بگی سیاه دیگه من فقط آبی برمی‌دارم. چون من عرف مثلا میگم بریم چپ یا راست میگه چپ. بعد میگم چپ بگا میگم چه گفتی چپ؟ نمی‌دونم. حالا یه میگم چه نظر میدی وقتی نمیدی؟ حالا یه قانون هست این روان پزشکی خوب من شروبه رندوم بدن به درد میخورم نه با خیلی باحال اتفاق شروبه چیه؟ یه چیز هست که میگه آقا مغز بیشوره بعد من رو سعی میکنم به سوهل ثابت کنم که مغزش بیشوره دارم به قبلش میگم سعی کن خودتو بیشور نشون ندی قبول؟ سوالم خیلی ساده است من یه سوال میپرسم به من یه رنج جواب بده اگه بهت میگم فکر میکنی من چند سالمه بعد بگی فکر میکنم بین فلان تا فلان 20 تا 23 اوکی لطفا تو همون رنج باشه بعد مثلا بزنم بپرسیم من میگم میگی شدم 35 تا 45 اینو به من جواب بده همین یه سوال یه سوال ازت بیشتر نمیپرسم چند تا کشور تو آفریقا داری؟ چیره یه رنج بده رنجش هم نیا خیلی برام تو اینجور چیزا بین 15 تا 30 تا خیلی رنج زیادیه نه اوکی مگه نمام چه رنج رو بگیم محدودیتی ندید بین 15 تا 30 خیلی ضعیفه ولی خوبه همین دیگه 15 تا 30 تا کمودیش بکنی بکن داداش من خیلی تو اینجا این بدم خب ولی الان آردی ثابت کردی که مغزت بیشوره مثل تک آدم های دیگه کره زمین یه آدمی که اگه مغز عاقل بود میگو بین 1 تا 2 بیلیون 100% درست بود عددش مثل که 54 پس که 100% درست بود اگه خیلی میخواستی سافیستیکیتد خودتو نشون بدی میگفتی اوکی من که جواب سوال نمیدونم ولی من میدونم تو کره زمین 220 تا کشور وجود داره اوکی میگم بین 1 تا 250 100% درست میگفتی ولی گفتی بین 15 تا 35 یه رنجی گفتی که اصلا جواب توش نیست نیست چرا؟ نه 15 نه 1 هست نه اون آخرش هست چرا؟ چون مغز کلید میخواد بگی من میدونم خیلی بال بود به سالش خدایا منو بکن اصلا مغزه چون ما تو جنگل زندگی میکردیم و باید مثل میمون رفتار میکردیم تو وقتی داری پلنگ دنبالته وقت نداری بشینی راجع به این دیپ فکر کنی وقتی داری میدوی بعد یه صخره تموم شده پشتش هم یه دونه آبشاره تو باید نمیشی نگاه کنی بگی تو یه ضرب میپری چون مغزت میگه اگه وایسی اون خوردته جواب بده میتونی میتونی میگه جواب بده فقط آره همیشه تون تون قبل تو جواب بده واسه همین تو این سوال ازش میپرسی نمیتونه لاجیکال عاقل بهش فکر کنه یعنی آدم احمق باید من میدونم جوابشو 15 تا 30 بعدش هم اشتباه میگه ولی دقیقاً بعد تازه ناراحت بودی بودی رنج هم زیاده باید کمتر بدم که بیشتر نشون بدم میدونم اصلا این نیست دقیقاً باید برعکسش بشه چقدر جالب اینجاست که پس ماها هم ایراد داریم یعنی ما هم اینجوره خانوما رو نه خانوم مغز خانوما هم همینه واقعا مغز کلا همینه همه این احمقی تو همه آدم ها آها تو همه آدم ها حالا یه چیزی ما نشون بدم رنجش تو مردا بیشتر نیست فکر نمیکنم چون هر کی سوال بپرسه اشتباه میگه حالا یه دونه چیزی میخوام بدم پشت بریزه میدونستی تو رانندگی نمی کنی مغز رانندگی میکنه؟ یعنی اینجوری که پشت فرمونه تو نیستی مغز من نیستم مغز حالا بذار ثابت میکنم تو اتوبان داری رانندگی میکنی شکل رانندگی رو بگیر یه ماشین رانندگی میکنی چیز راهنمات هم این بره پایین بالا تیم این بزنی کاره اوکی لین 3 تو اتوبان برو لین 2 سامدو نه سه بودم ساره آها اوکی درست سه بودم رفتم زدم پایین چند مردی چند چند رفتی تو باقالی ها چه ببین داری مستقیم میری ماشین داره صاف میده بعد تو میخوای لنت رو عوض کنی میری راست ماشین داره کج میده خب حالا رفتی لنت 2 حالا بعد دوباره ماشین رو صاف کنی تو لنت 2 صافه تو صاف نکردی تو گفتی هم پس تو رفتی لنت راست و صاف کردی رفتی اتوبان بیرون هشمان یعنی لین چینج رو نتونستی الان ریاکت کنی چقدر عجیب بعد از اینکه دارم بهت میگم میخوام بنشونم مغزت احمقه
خب واسه این مردم اینو واقعا نمیدونن که فکر کنم واقعا باهوشیم. یه دکتر دست خلاف قشنگ میزنه میگه دلیلی که ما فکر کنیم باهوشیم اینه که ما تصمیم گرفتیم چی هستیم. اینسان یه بینگ دی میگه اصلا امکان داره اینینا اومدن تا دیدن هیچ حیوانی هنوز انقدر ایوالو نشده که ما با شفا زدن رفتن. نمیگه در این حد ما میتونیم بیشور باشیم، ما نمیدونیم، ما فکر میکنیم خیلی باهوش تر از حیوانات دیگه. میگه مثلا گلتر از این حرفایی چون ما داریم تصمیم میگیریم چه اتفاقی داریم میفته همه چی رو بعد دامون هم چونه خرواره میکنه. بعد اینا نشون میده که آقا از مغز باید بترسی. بعد همش داره به تو اتاد شما میده یکی مثلا تو میخوایی دختره رو بوست کنی چون ناراحتش کردی، اون مغز رو اشتباه میخواست خواست تو سلوشن بده. نداده من میدونم دختره سر مفت زده، من باید ایگنورش کنم. یا دختره دو هفته سه هفته دیگه میاد خایمالی ما، یا بره پی کارش بره دیگه، اگه میخواد که میاد اون کار اشتباهشو میذاره کنار. ولی ما سلوشن رو میدونیم، میرم باید زنگ میزنم میگم خانم نه ما همش پیسی میگم فکر میکنیم راهش اینه. مغزه داره به ما راه حل میده ولی راه حل بلد نیست، مغزه حتی نمیتونه رانندگی کنه. دقیقاً اشتباه میزنه. دقیقاً داداش درست میگی. خیلی باید بیشتر رو خودمون کار کنیم. ولی سوهی پس واسه همین وقتی بهت میگم خوشحال باید باشی، خب این اطلاعات از کجا میشه کسب کرد؟ یعنی این بیشوری و این احمق بودن و این کل بودن و همه که باهوش نیستن، هم خیلی احمقن تو این دنیا. گفتی چند درصد هم اینا؟ من مثل اینکه با قانون مثل اینکه 97 درصد 97 درصد احمقیم. خب 3 درصد مغزشون سبودی شده بهتر میتونم بفهمم. خب. یه خورده اون 3 درصد اصلا میذاریم کنار، تو بگو 97 درصد بگاه وضعیت. این 97 درصد بعد چیکار کنن که از احمق بودن در بیان؟ یه خورده الان از حرفای زشته ولی واقعا پادکست این خیلی باید نمار کنن. حالا من گور پدر من به این آدم باشی رو با حسابی پیدا کنن گوشم. من هر روز یک ساعت به خودم قانون گشته بودم که من روز یک ساعت مینیمم باید چیز یاد بگیرم. آخه میدونی چیه؟ یه جای کار ما ایراد داره. ما الان مثلا این پادکست رو گرفتیم، مطمئن باش زیر این کامنت ها میکنن برای تو. نه مطمئن باش، من از این زیاد دارم. ببین میان میگن خانم... تو به خانوما فلان گفتی، اصلا پوینت حرف اون مامانم برو بخون. من از این ویدیو دارم میفرستم نگاه کن، کامنت شادی هست ببین خودت کامنت خوبم هست، فقط کامنت خوبه واقعا. پسرا همین مرسی، دخترا میگن سهد مد راز ما رو نگو به این پسرا. او سهد درست میگه، من دخترم ولی حرفاش درسته. خیلی سهد داری تو میری ولی حرفات درسته. سهد تک تک دخترها اینطوری نیست ولی من دوست زیادی نیستی دارم. ایوار خب این خیلی خوبه، بریم بخونین. من دختر رو آوردم باش بحث کردم، باش بحث کردم که خانم من میگم بگو خانم گفتن راست سوی جون. آقا دمت گرم. دمت گرم خیلی ستونم. من خیلی خستم ولی یه سورپرایز گست دارم برات امروز. میخوام که دیگه حاجی بیاد بشینه، من واقعا مردم تو این هوا دیگه. برنامه رو با اون بری ستون گنگ. اوکی حالشو ببری جیگر. کی میخواد باشه؟ کی باشه؟ اون کسی نیست جز دختر پوریا پوتک. او شیت او شیت توری زیبایان. دمت گرم. دمت گرم آقا. ریسپکت. آرازم من میرم دیگه با اجازه. چکه دمت گرم. فقط من الان خیلی خستم، من میگم این کار نکنی. چرا؟ خیلی خستیم، یه خسته شدیم، بعد بذاریم یه روز دیگه. من بعد برم چند ساعت دیگه بچه‌مو بگیرم تورنتو. من نمیدونم آقا. من نمیدونم.